بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. انتقامش را گرفت این گونه با اعجاز آه، آه او شد خطبه او، روز دشمن شد سیاه. قصه کرب و بلا را دختری تغییر داد، کاخ ها ویرانه شد، ویرانه اش شد بارگاه. دختر انا فتحنا اشک می ریزد، ولی گریه های او ندارد رنگ زاری هیچگاه. بر سرش می ریخت خاک از بام ها، می سوختند دختران زنده در گور عرب از این گناه. بین طوفان غنچه و گل سر در آغوش همند، او به زینب یا که زینب میبرد بر او پناه. جنگ پایان یافت بعد از تو 40 منزل، ولی اما می جنگید با دستان بسته بی سلاح. 40 من نیستم، از او سراغم را نگیر، این امانت دار را شرمنده تر از این مخواه. بعد از این هر جا که رفتی با تو می آیم پدر، پای من زخمی است اما روبرا هم روبرا. صلی الله علیک یا رقیه بنت الحسین سلام الله علیها. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی. با برنامه به وقت بیداری مهمان لحظات شما خوبان هستیم و تسلیت عرض میکنم شام شهادت حضرت رقیه بنت الحسین سلام الله علیها را خدمت شما محبین حضرتش، و انشاءالله که شفاعت حضرتش شامل حال ما و شما بگردد. در خدمت شما عزیزان هستیم و همراه شما در محضر سرور عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین جای رسولی. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین، موفق و پیروز. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و همیشگی در هر جایی که هستین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جرزتمن ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. ی ایام را بر شما هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوار هستم که خدای تبارک و تعالی ما را شفاعت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ان شاء الله بهرمند و برخوردار داشته باشد. الله خدمت شما هم تسلیت و تعزیت دارم ان شاء الله که امیدوار هستم ما در دنیا از زیارت قبور ائمه معصومین و در اخبا از شفاعتشان بهرمند شویم. الهی آمین. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر. باز خوش شدیم که شما را زیارت کردیم. ما بیشتر. و سوالاتی که نیاز به جواب دارد. و واقعا من خودم جدا از بحثی که عزیزان مهربانی میکنن، سوالات ارائه میکنن، خودم لذت میبرم از اینکه به هر حال سوال ها و جواب هایی داده میشه و بسیار سوالات کاربردی ماشاءالله بینندگان ما عنایت دارن. سوالاتی که تقریبا مغز سوال است و خیلی درگیر هستن جامعه با اونو پرسان میشه. البته که بعضا سوال ها تکراری هم هست، ولی خب به هر حال ما احترام میمانیم به نظر عزیزانی که مهربانی میکنن، سوالات چون رایی میکنن و جوابها را استاد عنایت میفرماید. و اما بیننده محترم ما که دو سوال استاد رایی کردن به نمبر مثبت 93-74 نمبر آخر 17-46، سوال اولشان است که سوال کردن اگر بدون وضو به ترجمه قرآن دست انسان بدون وضو اگر برسه یا کدام مسئله داره. یعنی خدمت شما و این بیننده عزیز باید عرض کنم که خب جای بسیار خوشحالی و سعادت و سروره که خب ما سوالاتی که دوستان میفرستن خب حتما در ذهنشان خطور میکنه و برایشان مهم است که سوالات ما میپرسن. ما نسبت به قرآن او چیزی که حضرت آیت الله العظما سیستانی و بقیه مراجع فرمودن که حق نداریم به خود قرآن یعنی همی نوشته عربی دست بزنیم، اما دست زدن به ترجمهش حالا به هر زبانی که میخواه باشه هیچ مشکلی نداره، مگر که خدمتتان عرض کنم که ترجمه در نام خود خدای تبارک و تعالی باشه. یعنی مثلا ما در عربی میگن الله، خب ترجمه شود در فارسی به خدا یا خداوند. حتی دست زدن به خداوند
یا خدایی که ترجمه کلمه چیه؟ الله. مراد و منظور الله پاک است، یه هم جایز نیست. حتی مثلا در زبان انگلیسی اگر که الله ترجمه شد با God که با جی چی کلان نوشته میکنن، اون مراد الله هست، دست دادن به او هم جایز نیست. ولی گادی که با جی چی کوچک نوشته میکنن، اون مراد الله نیست، مراد معبود است، هر معبودی که میتونه باشه، حالا ما یا معبود حق یا معبود ناحق. بله بله بله، با جی بزرگ اگر نوشته شود که معنای گاد یعنی خود، یعنی خدای تبارک و تعالی، در هر زبان دیگه ای که اگر اشاره به نام الله شود، حتی اگر ترجمه باشه، ما دست زده نمیتونیم. نام مبارک معصومین علیهم السلام در نوشته های احادیث، بله، حضرت آیت الله العظمی سیستانی خداوند وجودش را از بلا حفظ کنه انشاءالله، میفرمایند که احتیاط مستحب است که انسان بدون وضو، انسان به اصطلاح ناپاک، به هر وضعیتی احتیاط مستحب است که به نام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و فاطمه زهرا سلام الله علیها، احتیاط مستحب است که دست نزند. بله، بسیار عالی. سوال دومی بیننده ما نیست که چرا به سوره الرحمن عروس قرآن گفته میشه؟ ای که عروس گفته میشه، یک نکته را خدمتتان عرض کنم و خدمت ازی بیننده عزیز، یا بعضی وقتا قلب القرآن که مثلا به یاسین میگن قلب قرآن، یا مثلا به سوره حمد میگن فاتحه الکتاب. اینا رو باید توجه داشته باشیم، چیزایی نیست که ما یا شما یا یک کسی دیگه یا یک عالمی اینا رو نام مانده باشه. معمولا مثلا خود بله بله, بله مثلا فاتحه الکتاب در زمان رسول مقبول صلی الله علیه و سلم به سوره حمد گفته شده، و از جمله عروس قرآن هم این روایه، تعبیر روایات است. قلب قرآن هم تعبیر روایه است. یکی چرا گفتن عروس قرآن؟ خب معمولا عروس کنایه از زیباییه، عروس کنایه از زیبایی است. بنابراین وقتی که میگن به سوره الرحمن گفتن عروس قرآن، به خاطر زیبایی است. حالا این زیبایی ممکنه که زیبایی ظاهری باشه، ولی نه، چون ما میتونیم سوره های زیباتر هم از این سوره در قرآن چه داشته باشیم. مراد زیبایی معنوی، اون معناهای بسیار زیبا و فاخر که در این سوره هست، لذا به این خاطر میفرمایند که عروس قرآن. و هم فکر میکنن چرا قلب قرآن؟ خب قلب همین رقم شما میدونن که مرکز حیاته، یعنی قلب اگر از کار بیفته، خب تمام حیات ما و شما و هر چیز دیگه از بین میره. لذا سوره یاسین نمیگن که خب به خاطر از اینکه در او معانی بسیار بسیار ژرف، یا به تعبیر بگوییم که مثلا اساره قرآن در او چیه؟ جمعه. لذا میگن که قلب قرآن. و فاتحه الکتاب هم خب یکی در اول کتاب بوده، یعنی در زمان رسول مقبول این کار انجام شده. یعنی ما معتقد بر ایم که چینش فعلی آیات و سوره ها به دستور پیامبر گرامی اسلام بوده، لذا این در اول قرآن بوده، لذا میگفتن فاتحه الکتاب. فاتحه الکتاب یعنی شروع کننده کتاب، یعنی کتاب با چی شروع میشه؟ قرآن عظیم الشان با سوره حم. بسیار عالی. مثبت 93746218 بیننده محترم ماست که سوال کردن دستشان زخمی شده و باند پیچی کرده، آیا برای وضو جبیره لازم است که روی همین باند میتونن که دم روی همون مست کنن، یا کدام تکه پارچه چیز روی بانن؟ در این زمینه همون هم که شما در جریان هستین و حضرت آیت الله عظما سیستانی میفرمایند که خب جبیره یعنی جایی است که شکستگی اتفاق افتاده باشه، یا کدام زخمی باشه، یا کدام دانه شده باشه که ما روی از این شکستگی یا زخم یا دمل که به اصطلاح پوندیدگی باشه، یک زخمی باشه ایجاد شده، بعضی وقتا یک دانه میشه، دانه دهان باز میکنه، روی از یک مرهمی میمونن و روی مرهم هم یک تکه میمونن. به اینمی تکه میگن چی؟ جبیره. بنابراین ما زمانی میتونیم مثلا وضوی جبیره ای بگیریم یا غسل جبیره ای حتی بگیریم که رساندن آب به این پوست ضرر داشته باشه، یعنی آسیب برسانه، یا باز کرد ضرر نداره، باز کردن از این تکه فوق العاده سخته. ممکنه دیدی بعضی وقتا چرکی میشه میچسبه، کشیدن از این بالا کردن از این بسیار زخم تازه ایجاد میشه، فوق العاده سخت است. بنابراین میگه در چنین شرایطی جاهای، البته خب باید ترتیب رعایت کنیم، مثلا اگر در اینجا جبیره هست، تمام از اول تا پایین اینا رو بشوریم، دور برش ما دست بکشیم،
حالا روی ازی که سوال کردن اگر این نجس نباشه چون بعضی وقتا مثلا خب جبیره از زخم خون میزنه بالا، زخم تازه است خون میزنه بالا و این جبیره هم چی میکنه؟ نجس میکنه. بنابراین شما که دست خیس روی ازی میکشید دست شما هم چی میشه؟ خیس است که نجس میشه. این فرمودن که در این فرض یک تیکه دیگر روی ازی میندازیم و روی ازی را مس میکنیم اون جبیره. ولی اگر جناب سید بزرگوار اون نجس نباشه، هیچ مشکلی نباشه، خشکم باشه، ما راحت دست خود روی ازی میکشیم. بسیار تشکر میکنم استاد محترم، خواهش میکنم. به زمان میان برنامه رسیدیم، به اتفاق شما و بینندگان عزیز سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم لبهای او جز نال آوایی ندارد، دیگر برایش خند معنایی ندارد. اکنون که اینجا آمدی باید بگوید، جز این خراب دخترت جایی ندارد. باید بگوید از غم تنهایی خود، چون هم نشینی غیر تنهایی ندارد. یادش بخیر آن بوسه های گرم بابا، یادش بخیر آن بوسه های گرم بابا، حالا لبش سردست و گرمایی ندارد. در کوچه های شام هم با گریه می گفت، یک کاروان نیزه تماشایی ندارد. تفسیری از ایثار و غیرت می شود، چون از نسل زهرا است و همتایی ندارد. هرچه مصیبت بود از آنجا شروع شد، هرچه مصیبت بود از آنجا شروع شد، وقتی که فهمیدن بابایی ندارن. صلی الله علیک یا سیدتنا رقیم، علیک التحیت و السلام. اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت و باركت على ابراهيم و آل ابراهيم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بزرگواران و سروران گرامی. خب استاد، به اما مثبت 93-70 اجده 23 سوال کردن که خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، اگر کسایی که مکتب رفتن شاید مسئله بوده که زیادتر بایی مسئله سرکار داشتن و شاید خاطرات زیادی هم در مورد این موضوع داشته باشن که نقل باشه یا تقلب کردن. شما سوال کردن که اگر کسی با نقل کامیاب شود در یک مضمونی، آیا کدام فعل گناهی انجام داده یا نه، و اگر همین شخص خب به واسطه یک کامیابی در یک جایی هم خب میتونه کاری پیدا میکنه، یک کدام وظیفه مصروفیت پیدا میکنه، او چطور میشه؟
در این زمینه حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظه الله تعالی و بسیاری از مراجع بزرگوار شیعه حکم بر این میکنه که کار حرام است، دروغ است دیگه، دروغ گفتن است. به اصطلاح من یاد ندارم از داشته های دیگران به وسیله نقل و تقلب استفاده میکنم، یک نوع دروغ است، یک نوع بازی دادنه، یک نوع گول زدنه. و روح اسلام عزیز با دروغ و گول زدن و تقلب و نقل و اینا مخالفته، مخالفه. عقل انسان هم میره حکم میکنه و وجدان انسان هم از این کار ناراضه، و حتی همون شخصی هم که خودش نقل میکنه و تقلب میکنه، با تقلب و نقل به یک جایی میرسه، خود از اون دچار عذاب چیه؟ وجدان است. و اما این که پرسیدین به یک وظیفه رسیده، نقل کردم مثلا در هنگام گرفتن دیپلم یا مثلا 12 پاسی 14 پاسی اینا نقلی کرده و خلاصه به یک جایی رسیده، این نمیتونه اونجا باشه. عجب. یعنی وظیفش که یعنی در اصل جای کسی دیگه ای بوده، این به ناحق با اونجا نشسته، پس بنابراین در اسرع وقت باید اون منصب و اون جایگاه و اون وظیفه را ترک کنه و به دست کسی باید برسه که او صلاحیت داره، تخصص داره، او فهم داره و او شعور داره. این فهم و شعور نداره متاسفانه و تخصص نداره. متاسفانه در کشور ما هست این رقم. بسیاری از کسایی که وظیفه دار هستن اینا یا به نقل یا به تعبیری به تلفنی کدام وزیری یا سوالات بله، سودا میشه. سوالات سودا میشه و میرسن. خب قطعی بدبختی است، بدبختی و باعث عقب ماندگی جهان و جامعه ما و جهان سوم میشه که تا حالا متاسفانه شده. پس اسلام عزیز با این کارا کلیش مخالف است و حضرت آیت الله العظما سیستانی میفرمایند که کار حرام است، نباید این کار را انسان انجام بده. و اگر این شخصی که به هر حال کار صورت گرفته ولی بعدش جبران میکنه، خب اون مضمونا رو میخونه یاد میگیره، کار نداره دیگه، نمیتونه راه پس به هر حال دیگه خودش میدونه، وجدان خودش. حضرت آیت الله العظما سیستانی میفرمایند که نباید به این مقام و جایگاه میرسید. بله، مثبت 98 939 0979. بیننده محترم ما از جمهوری اسلامی ایران سوال کردن که برای زیارت همینطور گفته شده که ما میتونیم پیسه قرض کنیم، آیا میشه که پیسه که قرض میشه به صورت ربوی باشه؟ روایت داریم ما که مخصوصا نسبت به زیارت ابا عبدالله علیه السلام، امام حسین علیه السلام گفته اگر کسی خودش نداره میتونه قرض کنه. بله، و این قرض هم انشاءالله به زودترین وقت ادا میشه. اما این که ما قرض به صورت ربوی بگیریم، این نزول بگیریم به تعبیر ما، مثلا 100 هزار افغانی مثلا بگیریم که 150 هزار افغانی یا 110 یا 120 هزار افغانی به چی بدیم؟ پس بدیم. خب قطعا ربا همون رقمی که ما با کرات دیدیم این برنامه اشاره کردیم، طبق نص صریح قرآن که حرب و جنگ با خدای تبارک و تعالی و رسولش است، بنابراین به هیچ وجه جایز نیست که انسان در راه مستحب، فرض میکنیم که مستحبه، اگرم حتی بالاتر از این بگیم که زیارت امام حسین علیه السلام واجب است، اما واجبی که از طریق یک حرامی و از طریق حرب و جنگ با خدای تبارک و تعالی محقق شوه، او اصلا در گردن ما واجب نیست که بنابراین واجب باشه و ما تب و تلاش کنیم از این طرف پول قرض کنیم یا از اون طرف قرض کنیم و بخوایم از این طریق به زیارت امام حسین علیه السلام بریم. یا حتی اینجا ممکنه ده شب و روز هم رقم باشه کسی تقلب کنه که سوال پیشتر بود، تقلب کنه مثلا برای گرفتن ویزا و کارهای دیگه، اینا هم جایز نیست. و روح اسلام و روح امام حسین و بخشندگی و بزرگواری امام حسین علیه السلام با این کارها هیچ سازگاری نداره. انما یتقبل الله من المتقین، خداوند فقط از کی قبول میکنه؟ از متقین و پرهیزکار و کسی که از طریق درست و از راه درست و با ترس از خدای تبارک و تعالی در این مسیر آمده. کسی که ربا میگیره از خدا میترسه؟ نه دیگه، چون خدای تبارک و تعالی گفته ربا نگیر، ربا جنگ با ماست. کسی که ربا میگیره به ای که هدف وسیله را توجیه میکنه، ای در اسلام عزیز جایگاهی نداره. ماکیاول بوده، کسای دیگه به نام ماکیاول که میگن ماکیاولیستی، که اونا قائل بری هستن که هدف بر رقم که شده باید برسی، هدف بله وسیله توجیه میکنه. بله، ما رقم نیستیم. مثبت 93 70 80 66، سوال کردن که زنی از شوهرش اطاعت نمیکنه و مرد میخواد که او را طلاق بده، آیا مهریهش باید پرداخت بده پرداخت کنه یعنی، و ای که در ایام عده نفقه هم برای مرد واجب دادنش؟
خدمت شما و بیننده عزیز و بقیه بینندگان باید عرض کنیم اولا که خدا نکنه این رقم گپ‌ها و سخن‌ها باشه. من. البته ایشون نفرمودن که مراد از اطاعت چیست. مثلا اگر مراد از اطاعت شستن ظرف و ظروف و آشپزی و گپ‌ها باشه که واجب نیست اصلا. متوجه میشین؟ مرد از بیرون بیای اوغال ماغال را بندازه که چرا خانه را نشسته، چرا بچه را نمیدونم جمع نکرده، چرا این کار را نکرده، اینا هیچ کدوم به گردن زن واجب نیست. پس بنابراین اگر زن این رقم است و مرد میخواه این بنده خدا را طلاق بده، مهریه را که قطعا باید بده، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست، و اما او نفقه ایام عده او را باید این مرد چکار کنه؟ پرداخت کنه. چرا؟ چون این اطاعت اصلا واجب نبوده. این مرد پیش خودش یک سری تصوراتی کرده و طبق تصورات خودش نیامده از چهار تا آخوند ملای کسی سوال کنه که آیا اینام به گردن زن واجب است یا واجب نیست. فقط میمانه قضیه ای که زن اگر از شوهر تمکین نکنه و در اون مورد چی؟ خاص یا مثلا بدون اجازه شوهر از خانه خارج شوه، در این فرض این زن میگه ناشزه. ناشزه فوش نیست، چون در ادبیات ما ناشزه به معنای چیه؟ فوش است. بدترین فوش شاید باشه. و حالا که ناشزه فوش نیست، ناشزه یعنی کسی که اطاعت نمیکنه، تمکین نداره. تمکین نداره. از ناشزه از ماده نشزه نشوز به معنای بلندی گرفته شده، یعنی اطاعت نمیکنه. افتادگی آموزگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلنده. یه زمینای بلنده که اطاعت چی؟ نمیکنه. پس اگر زنی در اون مورد خاص از شوهر خودش اطاعت نکرد و تمکین نکرد، میفرمایند که بازم اگر شوهر خواست طلاق بده باید مهریهش، ولی نفقهش همون رقم که در زمانی که در زندگی میکردی نفقهش واجب نبود. زن ناشزه نفقهش به گردن شوهر نیست. در اون شرایطی که در طلاق هست و ادر نگه میداره در اون که چی دیگه. بسیار عالی. بیننده محترمون به نمبر مثبت 93-72-32-55 به واتساب شبکه استاد به تماس شدن و خدا خیر شد. تشکر کردن. ما هم از ایشان تشکری میگونیم. متقابلن مثبت 90-930-4 نمبر آخر 53-82. این سوال یک سوال جدید بود استاد، من تا حالا یکم سوال ندیده بودیم از بینندگانمان. سوال نوشته کردن که کارشان فتوشاپ بوده و عکس های خارجی را، حالا شخصیت های خارجی را می گرفته و صورتشان با صورت خانوما و زنای فامیلشان چنج میکرده، عوض میکرده. خیلی اگه کارشان فتوشاپ بوده حتما نیره حرفه ای کار انجام میداده. و میگه حالا ما توبه کردیم از این کار، آیا لازم است که از او شخصیت ها من حلالیت طلب کنم یا نه؟ خب خدا را شکر میکنیم که جوان یا نوجوان یا هر کسی هست، خداوند توفیق توبه بهش لطف کرامت کرده و هی که خداوند توبه بهش کرامت کرده، خب باید سپاسگزار خدای تبارک و تعالی باشه. چون بسیار اتفاق میفته که انسان کار عمل زشتی را انجام میده و به همو زشتی ادامه میده تا اینکه مرگ سراغ انسان میآید. و خب خوش به حالش که توبه کرده. بله وقتی توبه کرده دیگه چیزی لازم نیست. نمیخوایش ما مثلا اگه او زن مثلا هر کس بوده باشه، دختر عمویی، دختر خالی، هر کسی دیگه باشه، بره بگه خب سلام علیکم و رحمت الله، ما مثلا عکس های زنای خارجی رو مثلا میگرفتیم بدن از اونا و سر از شما، خلاص اینا رو فتوشاپ میگردن. این که دیگه اول شروع میشه یک بدبختی و بیچارگی. ولی تا جایی که امکان داره او عکس ها و او چیزایی که اگر داره اینا رو باید امحا کنه، از بین ببره، و اگر کدام جای اینا رو فرستادم سعی کنه که اینا از دسترس عموم چی شوه؟ خارج شوه. فقط توبه بینی و بین الله با خدای تبارک و تعالی، و لازم نداره به هیچ کسی دیگه این قضیه رو بگه. چرا؟ چون گفتنش مشکلات بیشتری خلق میکنه. تا اینکه مثلا اگر با این کاری که این شخص انجام داره کدام مشکلی به وجود آمده باشه برای زندگی کسی، بله، در اون صورت هم تو باید خفه بگیره یا نه؟ خب اگر که مشکلی خلق شده و طرف بخواد اون طرفی که مشکل ای برای از اون مشکل خلق کرده بخواد شکایت کنه در محکمه، در دادگاه، او حق داره. و اگر هم گفته شما یک وقتی که مثلا یک عکسی مثلا از کسی دیگه ای بوده، سر از کسی دیگه ای بوده، تن از کسی دیگه ای بوده، این را فتوشاپ کرده، بعد شوهر از او دیده، پدر از او دیده، حالا قال مقال و دعوا و سرصدا و جنگ و وای ماتم گپا، شروع به طلاق و طلاق گیری پیش میاد، واجب میشه. بله واجب میشه به گردن از این شخص که بگه بله این کار را مکردم، این غلط را مکردم، و ثابت کنه که بیگناهی از او خانم چی شبه؟ ثابت شبه. بله خیلی از لحاظ قانونی و بله حقوقی، بله میتونه علیه از این شخص شکر کنه، شکایت کنه.
بله، و واقعا اگه مطلب به بینندگان عزیز بگیم که مخصوصا با تکنولوژی و پیشرفت علمی که در همه زمین ها بخصوص در بحث رسانه دیده میشه، روز به روز با آمدن هوش مصنوعی و امثال اینها، خب هر چیزی را آدم نباید اول باور کنه، باور باید کنه. درود تحقیق بر شما، کنه تا درود بر شما، درود بله بر شما. مطلب برسه. خب استاد، به اتفاق شما و بینندگان عزیزمان میبینیم میان برنامه دوم برنامه امشب را، و انشاءالله بعد از میان برنامه با قسمت پایانی برنامه امشب به وقت بیداری در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همراه ما باشید. ساعت پخش برنامه های آموزشی مکتب هادی: شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10:30، کیمیا صنف 8 10:30 تا 11، دری صنف 9 11 تا 11:30، یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10:30، فیزیک صنف 8 10:30 تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11:30، دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10:30، ریاضی صنف 8 10:30 تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11:30، سه‌شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10:30، دری صنف 8 10:30 تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11:30، چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10:30، بیولوژی صنف 8 10:30 تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11:30. مکتب هادی، دریچه دانایی. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان و سروران محترم، و اما بیننده عزیزمان به نمبر مثبت 93743624 سوال کردن. ایشان از ولایت بامیان هستن. سوال کردن از ما تعداد کلیپ خواسته بودن که دوستان فنی با ایشان در تماس شدن و برشان رایی کردن. بیننده عزیز دیگرمان مثبت 93734 نمبر آخر 7356، ضمن تماس با واتساپ شبکه چند تا از کلیپ های عزاداری برای ما فرستادن. ما هم از این بزرگوار تشکر میکنیم. و اما سوال بعدی از محترم مثبت 93-77-70-41 استاد، سوال کردن که شاید سوال جنبه احکام نداشته باشه، ولی خب بحث اعتقادی و سوال است دیگه. سوال کردن که آیا جناب یحیی بن زید علیه السلام از امام زمان خودش اطاعت کرد یا نه؟ در راجع درباره حضرت یحیی بن زید یک اختلاف بین فقها و علما هست، اما تقریبا 90% یا بیشتر از 90% علما و فقها میفرمایند که زید از امام زمان خودش که امام صادق علیه السلام بوده اطاعت میکرد. مثلا مامقانی خدمتتون عرض کنم که میفرمایند که زید امامی بوده، یعنی زیدی مذهب نبوده، بلکه معترف به امامت ائمه 12 کاله داشته. علامه امینی میفرماید که علامه امینی خب میشناسین، صاحب القدیر و انسان توانمند در این مباحث، میفرماید که شیعیان کلمه حتی بدی نسبت به حضرت یحیی نگفتند، یعنی جسارتی نشده بلکه مدح شده. و در همونجا میفرماید که وی که یا امام حضرت یحیی بن زید باشه معترف به امامت امام صادق بوده. امام صادق علیه السلام وقتی خبر شهادتش در سال 125 میشنوه، گریه میکنه و برای یحیی بن زید طلب مغفرت میکنه از خدای تبارک و تعالی. خزاز یکی از راویان قرن چهارم هجری است، روایت میکنه از یحیی که یحیی از زید پدرش روایت میکنه، یک روایتیه که مضمون اون روایت است که خود زید که پدر کی باشه، یحیی باشه، معترف به امامت ائمه چی بوده؟ 12 گانه بوده. پس خود یحیی راوی ای قضیه است. و نکته البته فقط حضرت آیت الله العظما خویی میفرمایند که یحیی بن زید مطیع حضرت امام صادق علیه السلام نبوده، بلکه خود مختار بوده، یعنی کارا را خودش انجام میداده، اجتهاد میکرده. به هر حال خب فقط حضرت آیت الله العظما خویی قضیه را گفته. و ناگفته نمونه که حضرت یحیی بن زید تا
کسی است که صحیفه سجادیه، همین صحیفه سجاده معروف که فعلا در دست ما و شماست، این کسی است که هنگام رفتنش به طرف بلخ ایره به شخصی به نام متوکل ابن هارون بلخی میسپاره. پس شخصی بوده که صحیفه پیشش بوده و به خاطر ترس از اینکه مبادا این صحیفه از بین بره، ایره به این شخص میده. و آقای متوکل ابن هارون هم از راویان حدیثی امام صادق علیه الصلاه و السلام بوده. درباره یحیی ابن زید تایره میتونیم بگیم. و اما ای که در سال 107 هجری به دنیا میاد و در سال 125 از دنیا میره، یعنی به شهادت میرسه، نه ای که از دنیا میره. خب سن 17 سالگی بیشتر نبوده، سلحشور جنگجو. و خب جریانش مفصله. محل شهادتش همون رقم که معروفه، ایشان میگن که قتیل جوزجان. جوزجان خب فعلا در افغانستان یا همون سرپل که قبلا جوزجان و سرپل با هم بودن، فعلا سرپل به عنوان یک ولایت خودش چی شده؟ جدا شده. این 100% شک و شبهه نیست که بدن حضرت یحیی در جوزجان مدفون شده. ظاهرا 3 سال بر روی دار بوده. وقتی ابو مسلم خراسانی خراسان را تصرف میکنه، خب جنازه را میاره پایین و دفن میکنه در محل فعلی. و اما سر یحیی را میفرستن به شام و روایت هم است که در شام بوده و را میفرستن پیش مادرش. بنابر روایت هم که سر باز دوباره ملحق شده باشه به بدن حضرت یحیی در دسترس نیست، پس سر فرستاده شده به شام. از شام یک روایتی است که برای مادرش فرستاده در مدینه، دیگه معلوم نیست به کجا شده. و یکی برخی از زیارتگاه ها منصوب به حضرت یحیی هست، مثلا در میامه مشهد، در نیشابور، حتی ظاهرا در سمنان و جاهای دیگه هم هست. در شمال ایران هم زیارت های منصوب به حضرت یحیی است. در اینا هیچ کدام حضرت یحیی دفن نیست. اجه. حضرت یحیی 100% بدن که در جوزجان 100% بدن در جوزجانه و از سرم خبری نیست که ملحق شده باشه به اینجاها، در مدینه رفته. ولی او چیزی که فعلا از هم معروف و مشهور است در میامه مشهده که میگن که قبر یحیی بن زیده. اما طبق تحقیقات جدید انجام شده از سوی علما و مورخین، به این نتیجه رسیدن که در اینجا قبر برادرزاده حضرت یحیی، یعنی یحیی ابن حسین ابن زید، پسر برادر حضرت یحیی. پس قبر خود حضرت یحیی در مشهد و در میامه مشهد نیست، تشابه اسمی داشته دیگه. پس او بوده یحیی ابن زید، ایشان هست یحیی ابن حسین ابن زید، پسر برادر حضرت یحیی. بله. پس ما به ارادت حضرت یحیی وقتی اینجا میریم، بازم دور از آبادی نیست. بله. خود یحیی نیست، پسر برادر یحیی. و جالبتر از همه که میگن در او ایام شهادت، یعنی در سال 125 هجری وقتی که یحیی به شهادت میرسه، قهرمانانه در کل خراسان بزرگ او زمان، مردم با خودشان تعهد کردند که هرچه فرزند پسر به دنیا بیایه یحیی نامش بگذاره. بسیار عالی. من استاد با این مطلب یاد او شعر انداختین که در سردر در مزار شریف نوشته است که گویند که مرتضی علی در نجف است، در بلخ بیا ببین چه بیت و شرف است. جامی نه عدن گوی نه بین الجبلین، خورشید یکی و نور او هر طرف است. بله، نور اینا در هر طرفی هست. استاد یک درخت هم در زیارت سرپل هست که مردم میرن اونجا؟ احتمالا شاید مکو ندیدم خودم، شاید همون درختی باشه که مثلا اون درختم شاید نمانده باشه، مثلا همون درختی که منصوب است که مثلا میگن بدن یحیی در اونجا. ولی بعید به نظر میسه که اون درخت تا اونجا چه مانده باشه، حتی در مشهد و جاهای دیگر همچین داستانهایی بود. بله بسیار عالی. سوال کردن بیننده عزیزمون به نمبر مثبت 93 77، 4 نمبر آخر 67 20، سوال کردن که اولین نماز جمعه شیعیان در کابل را چه کسی پایه‌گذاری کرد؟ سوال تاریخی است و به هر حال ما مجبور هستیم جواب بدیم. با جستجویی که ما انجام دادیم، اولین شخصی که نماز، چون شما در جریان هستید تا سالهای قبل، 40-50-60 سال پیش، شیعه در کابل در حالت تقیه بوده که در زمان حضرت آیت الله حجت از او حالت تقیه شیعه برآمدن. و ظاهرا اولین کسی که نماز جمعه را در کابل اقامه کردند حضرت آیت الله سرور واعظی بوده، سرور واعظ که در دوران کمونیست ها
ایشون ربوده شدن بردن. کمونیست ها خیلی از اشخاص، کربلایی ها، آیت الله ها، مراجع بزرگان بردن که از سرنوشت بسیاری از اینا هیچ خبری تا حالا نیست، از جمله حضرت آیت الله سید سرور واعظ که خب بردن و تا اکنون خبری از ایشان نیست. اولین کسی ایشان بودن که نماز جمعه را در کابل اقامه کردن. سلام و درود خداوند بر ایشان و بر همه کسانی که در راه نشر معارف قرآن و اهل بیت کوشیدن. فرزندشان استاد در قبرستان بقیع مدفون هستن. بله، اتاس چهار تا فرزند داره که بیشتر دو سه تا از فرزنداشون تحصیل کرده آلمان هست و در آلمانی طرفا زندگی میکنن. بله بسیار عالی. استاد فرمودن که دو دقیقه و ما یک از این سوالا رو دیگه انتخاب میکنیم به قید قرآن. همین سوال آخره نمبر 13 مثبت 98-935 3277 سوال کردن که بعضی ها دیده میشه که بعد از نماز خواندن و سلام دادن در دست چپ و راست خود سعی میکنن، آیا یه کار کدام استحباب چیزی داره؟ من تصورم بریست که برگرفته شده از عادت برادران اهل سنت و جماعت است. برادران اهل سنت و جماعت که بعد از سلام که نمیگردن به طرف چپ راست خودشون، در حین سلام به صورت 90 درجه برمیگردن. اگر شما قبله باشی بلا تشبیه میگن السلام علیکم، 90 درجه برمیگرده به طرف راست، بعد از اون 90 درجه برمیگرده به سمت چپ. اما ما در فقه شیعه چنین چیزی نداریم. مثلا گفتن اگر شما در نماز جمعه در نماز جماعت هستین با گوش چشم اشاره به طرف سمت راست اگر کسی باشه و به طرف سمت چپ اگر کسی دیگه باشه، یا امام که وقتی امام جلب است با گوش چشم وقتی میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با گوش چشم اشاره کنه و سلام که تمام شد، دیگه چیزی به این عنوان ما اصلا نداریم، هیچ اصلا نداریم. فقط اون مال اهل سنت است که با اون کیفیت عادت است، ممکنه یک از یک جای دیده باشه و یاد گرفته باشه. پس چیزی ما نداریم، ولی استحباب اینه که با گوشه چشم در نماز جماعت به طرف راست و چپ انسان اشاره کنه، نه ای که کلا سر برگردانه. بسیار تشکر میکنم استاد محترم و همچنین از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودید. صاحب دلان که روی سوی خدا کنند، اول به جان گم شده خود دعا کنند. اللهم عجل ولیک الفرج. تا دیدار بعدی همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدایا را نگهدارتان.